بسم الله الرحمن الرحیم سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما شاگردای عزیز و گرامی سنف نهم امیدوارم که جور و سهدمند باشید شاگردای عزیز و گرامی به مضمون ریاضی بسیار زیاد خوش آمدید خب شاگرده عزیز و گرامی ما و شما مضمون ریاضی را با همدیگه میخوانیم درست است فصل چندم هستیم فصل هفتم معادلات یک مجهوله درجه دوم و درس دوم امروز ما و شما میخوانیم اما عنوانی که ما و شما امروز باید بخوانیم چی است روابط غیر خطی درست است خب شاگرده عزیز و گرامی اول از همه تشکر میکنم از شاگردایی که کارخانگی را به ما روان کردن از طریق چی از طریق واتساپ نمبرش هم 20964 780 255 40 13 درست است؟ پس میریم سر تخته و درس امروز شروع میکنیم شاگرده عزیز با ما همراه باشد شاگرده عزیز و گرامی درس امروز ما و شما روابط غیر خطی است درست است؟ اگر یادتان باشد درس های گذشته در سال گذشته در سنف هشتم ما و شما رابطه را خواندیم رابطه های خطی را هم خواندیم درست است مگه یادآوری میکنم رابطه چی است گفتیم رابطه بین چه دو متحول یا یک متحول و یک مجهول برش میگفتیم صحیح است بین x و y یک رابطه وجود دارد در ریاضیات درست است او رابطه را ما سوال با ما و شما میده به عنوان مثال میتا y مساوی است با 2x جمع 1 پس دقت کنید من اشتباه کنم پس نا... عنوان درس ما شما چی است رابطه غیر خطی خود رابطه چه بود گفتیم که بین دو متحول وای مفاویست با به عنوان مثال دو ایکس جمع از سه اینو به ما و شما میته خود سوال وای چی یک متحول است ایکس هم متحول البته اگر یادتان باشه دستین وشتم می که ایکس متحول در نظر میگرفتیم وای مجهول در نظر میگرفتیم فرق متحول و مجهول چی است یادتان است دستین وشتم بگین آفرین وای که گفتن ایکس چی است ایکس است یعنی در ایکس هر قیمت دلخواه میتونیم وضع کنیم و نظر به قیمت x قیمت y دریافت میشه پس x میشه متحول y میشه مجهول درست است البته ما میتونیم y متحول بگیریم و x مجهول بگیریم فرق نمیکنه یعنی ما اول بیایم ده y قیمت واس کنم و x نظر به قیمت y دریافت کنم صحیح است یا تا نفسی دستین فشتم خواندیم دیگه نه پس یک توش میگیم متحول یک تا دیگه میگیم مجهول ولی در از کتاب اگر دقت کرده باشید در دوش رو متحول هم میگه چون هم میشه ایکس رو متحول بگیریم هم میتونیم وای را متحول بگیریم درست است خب حال یک رابطه بین است. یک رابطه گفتیم چی است با عملی های ریاضی بین ایکس و وای بین دو متحول رابطه برقرار میشه به عنوان مثال ایکس ما شما اگر در اینجا ما ایکس و وانم چند یک اقیمت گذاری کنم وای میتونم دریافت کنم وای چی میشه وای مساوی میشه با دوی زب در یک جمع سه دوی زب در یک چند میشه؟ دوی زب در یک دو میشه جمع سه میشه پنج سهیست؟ پس جوره مرتب چی رو داریم؟ یک و پنج گفتیم یا رو در یک جوره مرتب مندازیم یک و پنج سهیست؟ یعنی x قیمت یک است وای قیمتش پنج دریافت شد سهیست؟ x اگر من وز کنم دو وای چی میشه شاگرده عزیز؟ میشه دوی زب در دو جمع سه که جواب میشه دوی زب در دو میشه چار چار جمع سه است با هفت سیست پس جوری مرتب دو و هفت میشه اگر ما یک سوال کنیم با عنوان مثال شگرده عزیز سفر وای چند دریافت میشه؟ وای میشه دوی زب در سفر جمع سه دقت کنید اول زر وای انجام بتیم دیگه نه دوی زب در سفر چند میشه؟ سفر میشه سفر جمع سه با سه پس میشه سفر و سه دیدن که چه در سنف گذشته یا درس گذشته بود در سال گذشته خواندیم دیگه نه ما شما هر قیمت ایکس دل ما شد وزن میکنیم وای میتونیم دریافت کنیم خب چاگرد عزیز هر چی قیمت x و y داخل جوره جوره مرتب بنداختیم و یار مترتبین در سیستم کمیات وضعیه نقاطش پیدا کنیم سیست در مستوی کارتزیانی یا سیستم کمیات وضعیه یا گفتیم دستگاه مختصات دیکارت سهش میگه فرق نمیکنه اما محور x و Y خود ما این محور x است و این محور چی است y است میتونیم چی این نقاط دریافت کنیم این نقاطی که دریافت کردیم با همدیگه وصل کنیم چی میشه گراف امی رابطه میشه سایست گراف یعنی رابطه میشه خب شاگرده عزیز و رابطه خطی را شما ما هم سال گذشته خواندیم یا تا نه گفتیم اگر یک رابطه را ما و شما بیایم نقاطش دریافت کنیم یعنی به ایکس به متحول ایکس خود ما قیمت بتیم و وای دریافت کنیم و یا را نقاطش دریافت کنیم در محور ایکس و وای با هم دیگه وصل کنیم چی میشه؟ گراف و رابطه میشه سایست اگر گرافش یک خط مستقیم شود با اون میگیم رابطه خطی حالی در امروز ما و شما چی است رابطه غیر خطی معنایش چی است یعنی رابطه هایی که ما و شما اگر بیایم مقدار قیمت واسه کنیم وای دریافت کنیم و بیایم جور مرتبه را در دستگاه مختصات دیکارت پیدا کنیم و به هم وصل کنیم رسم کنیم گرافش چی شوه یک خط مستقیم نشوه چون رابطه غیر خطی است اگر گراف یک خط مستقیم شوه میگیم رابطه خطی صحیح است با عنوان یک رابطه خطی است این مثال که ما کار کردیم یک رابطه خطیسته است ما دریافت کنم چی میشه شاگرد شا عزیز دقت کنید با نان سال بون ما کلانتر بکشم سیستم کمیات وضعی را که ما بتونم دریافت کنم به شکل میشه یک دو سه چار پنج شش افت یک دو سه چار پنج شش افت اشت منفی یک در اینجا منفی یک خب شاگرد عزیز دقت کنید من کجا درف می‌کنم؟ اول X ما و شما یک وای ما و شما پنج گفتیم همیشه اول ایکس نوشتن میکنیم و وای دوم نوشتن میکنیم یک و پنج اکس. یک وای پنج. پنج یک دو سه چهار، پنج به این شکل میشه این نقطه میشه شاگرد عزیز این نقطه اول ما و شماست نقطه دوم دو و افت دو و افت دو و پنج شش افت سیست به این نقطه میشه ده اینجا افت است ده اینجا پنج است ای یک است یا دو است خب دیگه سوم چی؟ صفر و سه صفر و سه ایکس صفر وای سه این نقطه میشه یا رو با هم دیگه وصل کنیم ادامه بدیم یک خط چی میشه شاگرد عزیز یک خط مستقیم میشه البته کمی رسامی خوب نیست این درست شد سه است. پس چی شاگرد عزیز پس این یک چی رابطه خطی است میتونیم گرافش را رسم کنیم به ایکس خود ما و شما قیمت وزن میکنیم و وای دریافت میکنیم و داخل جوره مرتب مندازیم عالی جوره مرتب رو در سیستم کمیات وضعیه دریافت میکنیم نقاطش را دریافت میکنیم و به همدیگه وصل میکنیم چی میشه؟ میشه یک گراف رابطه پس اگر یادتان باشد گفتیم رابطه که گراف یک خط مستقیم شود میشه رابطه خطی اما درس امروز ما شما چی هست؟ رابطه های غیر خطی پس ما تختر پاک میکنم شاگرد عزیز و در رابطه با رابطه غیر خطی یک مثال برتان کار میکنم پس همراه ما باشید خب شاگرده عزیز و گرامی رابطه غیر خطی من یک مثال کار میکنم وای به عنوان مثال رابطه رو به ما شما داده وای است با x مربع پس وای است با x مربع این چی یک رابطه غیر خطی است چرا حالی ما گرافش رسم میکنیم میفهمیم که یک تا خط مستقیم نمیشه خب به x خود ما قیمت واسه میکردیم و وای دریافت میکردیم درست است خب x چند وقت کنیم شاگرد عزیز من x صفر به جای X ما چند تا میمانم صفر میمانم پس چی دریافت میشه وای مساوی میشه با صفر مربع خب صفر مربع چی میشه یعنی صفر ضرب در صفر صفر ضرب در صفر چند میشه صفر میشه پس جوره مرتب چی رو داریم صفر و صفر داریم صحیح پس این صفر و صفر این جوره مرتبه اول ما و شما خب من دیگه چی وضع میکنم یک رو وضع میکنم یک چند میشه وای باید دریافت کنیم یک ما وای مساوی میشه با یک مربع یک مربع چند میشه یک مربع ما دیدم بعضی شاگردا نوشته میکنه یک ضرب دو, دو غلط است ها یک مربع معنایش است که یک ضرب در یک یعنی یک دو بار در خودش ضرب کو پس جوابش میشه یک ضرب در یک که او چند است یک است پس میشه چی؟ جوره مرتبه یک و یک x x مو شما یک وای ما و شما یک پس جوره مرتبه یک و یک خب x رو وزن میکنیم شاگردای عزیز دو چی میشه وای مساوی است با دو مربع دو مربع معنایش دو زب دو است که چند میشه شاگرد عزیز چهار آفرین چهار پس چی میشه جوره مرتب دو و چهار دو و چهار سیست خب باز اگه سه وز کنیم چند میشه آفرین دو گفتن چند نو چون سه مربع نو میشه سیست خب اگر ما وز کنیم شاگرد عزیز x مساوی با منفی یک منفی یک و منفی هم میتونیم قیمت وزن کنیم دلخواست دیگه با x هر عددی دل ما شوه چی میکنیم وزن میکنیم پس و ایکس وزن کنه منفی یک پس وای مساوی میشه با منفی یک مربع د... دقت کن شاگرد عزیز من منفی یک داخل قوس ماندم بعد مربع نوشته کردم صحیح است پس یکی بهش نوشته نکنی یا منفی یک مربع غلط است باید داخل قوس باشد چرا چون اینو میفهمید این مربع فقط از یک است. از, منفی خوانده نمیشه در حالی که با منفی یک میخوایم مربع کنیم پس باید منفی داخل قوس باشد صحیح است خب پس چی میشه؟ میشه منفی یک زب داره منفی یک جواب چی میشه؟ منفی در منفی مثبت یک یک دم میشه یک پس میشه مثبت یک پس منفی یک و مثبت یک میشه x منفی یک قیمت واسه کردیم و وای مثبت یک در افت کردیم x اگر واسه کنیم شاگردای عزیز منفی دو چی میشه؟ میشه وای مساوی سه با منفی دو کل مربع پس میشه منفی دو زب در منفی دو چند میشه؟ منفی در منفی مثبت دو دو چهار آفرین پس شد مثبت چهار پس داریم منفی دو و چهار خب به همین شکل میتونیم قیمت وز کنیم دیگه قیمت های میتونیم وز کنیم سه چهار پنج منفی سه منفی چهار منفی پنج یکی بر دو دوی بر سه هر عدد دل ماشو میتونیم وز کنیم ولی همین چند تا عدد وز میکنیم دیگه هایش را میفاهمیم چی رقم میشه خب آلی بریم چی کنیم شاگرد عزیز من میرم در سیستم کمیات وزیه گراف رسم میکنم فیف چاگرد عزیز دقت کنید گراف از ما رسم میکنم یک دو سه چار منفی یک منفی دو منفی سه منفی چار یک دو سه چار منفی یک منفی دو منفی سه منفی خو سیست. این چی شد؟ سیستم کم سی کمیات وضعیه ما و شما این محور یک است. و این محور چی است؟ وای است پس میریم آل جور مرتبا رو دریافت میکنیم همین نقاط دریافت میکنیم نقطه صفر و صفر که دقیقا چی میشه شاگرد عزیز امو مبدا مختصات میشه همو صفر و صفر همون نقطه وسط خب یک و یک ایکس ما و شما یک وای ما و شما یک در محور ایکس ها یک در محور وای ها هم یک هر هم مثبت است دیگه در این نقطه میشه این نقطه رو باید دریافت کنیم نقطه بعدی دو و چهار ایکس دو وای چهار آفرین x ما و شما دو وای ما و شما چار چار کجاست؟ یک دو سه چار اینی چار است سهیست؟ یا به شکل به هم وصل میکنیم اینی نقطه میشه چی؟ نقطه دو و چار خب دیگه چی؟ منفی یک و مثبت یک x منفی یک وای مثبت یک آفرین پس x ما و شما منفی یک وای ما شما مثبت یک اینی نقطه میشه خب دیگه چی؟ منفی دو و 4 x منفی دو اینی منفی دو است و چهار مثبت در اینجا است صحیح است پس باد بعد من 4 نوشته کنم در اینجا خب اینیش میشه چه شاگرد عزیز به میشه ده این نقطه میشه صحیح است این پای نقطه دریافت کردیم باز شاگردای عزیز اگر ما و شما بخوایم این دقیق‌تر وصل کنیم نقاط باید به هم وصل کنیم فقط فکرتان باشه یار که ما وصل کنیم مستقیم وصل نمی‌کنیم چون اگر ما و شما با هم مثال د ایکس یک بر دو بتیم وایش دریافت کنیم می‌بینیم که نقاطش دریافت کنیم و یار به هم واسکن کنیم خط مستقیم نمیشه به شک میشه شاگرد عزیز دقت کنید به میشه منحنی مانند میشه صحیح خط خمیده میشه خط مستقیم نمیشه و این برشم به این شکل است صحیح دقت کن شکر عزیز به چنین گرافی میگن گراف رابطه غیر خطی چون خط مستقیم نشدنه و ایرم باز ما در های بعد میخوانیم ای چی هست؟ ایر بهش میگیم پارابول سیست به چنین گرافی میگیم چی پارابول یا سهمی درش میشه سهمی یا انگلیسی چی میشه پارابول پارابولیک میشه که پارابول برش میگن سیست پس چگرده عزیز رابطه غیر خطی رابطه ای که وقتی گراف شما و شما رفت میکنیم چی شوه یک خط مستقیم نشوه اما هر چیزی که شوه خط مستقیم نشوه اون میشه چی رابطه غیر خطی ولی درسی ما و شما در کتاب ما و شما فقط چی رابطه پارابول دا, دا باید داشته باشیم شاگرد عزیز و چی وای با ایکس دقت کنید شاگرد عزیز وای مساوی با ایکس مربع به این میگیم چی پارابول یا سهمی هم برش گفته میشه یک رابطه غیر خطی است هر چیز غیر از خط مستقیم نباشه اون غیر خطی است ولی این غیر خطی برای شما بسیار مهم است نامش چی برش میگیم چی؟ امی گراف میگیم سهمی یا پارابول برش پارابولیک گفتم میشه که پارابول برش میگیم خب شاگرد عزیز و معادله از چی است رابطه از چی است وای مسایسته با ایکس مربع این باشد برای که ما و شما بتونیم گراف وای با ایکس مربع را دریافت کنیم یا رسم کنیم این نقاط باید ما و شما وضع کنیم صفر وضع میکنیم به جای ایکس یک وضع میکنیم دو را میکنیم منفی یک و منفی دو امی پنج نقطه را وزن میکنیم وای از رو دریافت میکنیم و بعد میریم چی میکنیم در سیستم کمیات وضعیه نقاط را دریافت میکنیم و به هم دیگه وصل میکنیم پس چی میشه؟ گراف ما و شما میشه درست است؟ خب عزیز آلی ما رابطه های غیر خطیر چرا میخونیم؟ یرو خواندیم گرافش رو گراف رسم کنیم چرا میخوانیم؟ چون ما از رابطه های غیر خطی از رسم کردن گراف میخوایم کمک بگیریم تا معادله درجه دومه کاد معادله درجه دوم یک متحوله را کار کنه درس سال گذشته تا نه دیگه ما اصلا ف... عنوان فصل ما و شما چی هست؟ معادلات درجه دوم یک مجهوله یا یک متحوله یاد این عنوان درس فصل ما ماست درس گذشته ما رابطه یا بگیم معادله معادله در دوم یک متحوله رو تعریف کرده و دیدیم که جوابش میتونیم حدس بزنیم ولی گفتیم حدس زدن راه خوبی نیست گفتیم در درس های بعد ما چی میکنیم راه و روش حل معادله رو برای شما میگیم یک تا از روش ها کمک گرفتن از روابط غیر خطی یعنی ما شما باید گرافی وای مسایس با مربع رو بتونیم رسم کنیم صحیح که درس بعد درس ما و شماست به روش هندسی یعنی حل معادلات درجه دوم یک متحوله یا یک مجهوله به روش هندسی او را اگه بخوایم یاد بگیریم باید روابط غیر خطی را یاد داشته باشیم که پسی به درد ما میخورد برای حل معادلات درجه دوم سیس فهم چی رقم شد دیگه نه؟ پس وای ما سیس با x مربع درست است پس دقت کن عزیز همین پنج نقطه را ما و شما باید کنیم و گرافش بتونیم رسم کنیم خب شاگرد عزیز بود مثال سوال ما و شما با ما و شما سوال کارخانه به شک میته. امیر وای مسایی با ایکس مربع میگه گرافش رسم خو یاد داری واز در کنار ازی میای به شک میکنه دقت کنید میگه وای مساوی با ایکس مربع و آی ای وای مساوی با ایکس, ایکس جمع یک پایان مثال مگه این دو رابطه را بالا یک رابطه غیر خطی است این پایان چی است یک رابطه خطی است از کجا میفهمیم شو عزیز در صنف گذشته در سال گذشته یاد تا نست این ما براتون نگم اگه یادتون رفته باشه اگر وای و x توان از یا یک باشد میگیم رابطه چی است خطی است اما میبینیم توان x دو است یک نیست درجهش دو است به اون میگیم رابطه غیر خطی سیست پس اگر وای و x ارزش توانش یک باشه میشه رابطه خطی میشه سیست خب پس دقت کنید یک سیستم به ما شما آمده، سیستم میگه این دو رابطه را اردویش دو در یک سیستم کمیات وضعی رسم کن خب وای مساوی با ایکس مربر را که رسم کرده میشد اما وای مساوی با ایکس جمع یک یک تا خط مستقیم هست، خط مستقیم یاد تا نست دیگه سال گذشته چرا هم کار میکردیم ما خط مستقیم در اینجا میکشیم دقت نشو می کرد عزیز خط مستقیم به ای شک ایکس و وای باز دوباره به جای ایکس یک قیمت وضع میکنیم وای دریافت میکنیم ولی برای خط مستقیم فقط کافیه ما و شما چی کنیم شاگرد عزیز دو تا ورودی وضع کنیم دو تا عدد وضع کنیم به جای ایکس سه است دو تا سه خود سه است چهار سه است ولی دو تا کفایت میکنه بر ما و شما بس است پس دو تا رو وضع میکنیم چند تا وضع میکنیم با عنوان مثال و با عنوان مثال صفر وضع میکنم و یک وضع میکنم سه است یک وضع کنیم چی میشه اول صفر وضع کنیم به جای صفر بونیم میشه وای مساوی است با صفر جمع یک میشه یک و اگر یک وضع کنیم یک جمع یک میشه دو وای ما و شما شد دو درست است چقدر عزیز شد دیگه پس یک سیستم با ما شما میته یک رابطه غیر خطی امی وای مثلا با ایکس مربع امیر میته دقت کنی که آسان است دیگه گفت نمی پین برش میته و چی میکنی نقاطش دریافت میکنی و گرافش رفت میکنیم حالا به ما شما یک یک رابطه خطی هم میته مگه این را در یک سیستم راست خب بازی میکنه پس کردیم x0 x1 وای 2 یعنی یک نقطه میشه و دیگه پس دریافت نقاط چند و چند من, من دریافت کنم نقاط صفر و یک X صفر و یک این نقطه میشه من با دیگر رنگ واس کنم اینی اینی نقطه میشه و نقطه دیگر چند x یک y دو x ما و شما یک وای ما و شما دو x ما و شما یک وای ما و, و شما اینی دو است. یه داره باید نقطه چین به هم واس کنم اینی میشه یعنی هر دو رو باید به با همدیگه شاگرد عزیز ما وقت وقت خط مستقیم شوه پس ما میتونیم شاگرد عزیز یک سیستم در کارخانه گفت یک سیستم به ما شما میت یک رابطه غیر خطی یک رابطه خطی میگه هر دو را در سیستم کمیت وضعیت با همدیگر رسم کو پس وای مساوی است با ایکس مربع رو خوب فهمیدیم چه رقم است و وای مساوی است با ایکس جمع یک هر چی باشه فرق نمیکنه یک رابطه خطی است فقط کافی است با ایکس دو قیمت واس کنیم وای را دریافت کنیم و ما چی کنیم با همدیگه رسم کنیم با همدیگه در یک سیستم کمیات وضعیه درست است میبینیم که شاگرد عزیز میبینیم که این دو نقطه همدیگر را این دو گراف همدیگه در یک دو نقطه همدیگه را قد میکنه است؟ که او دو نقطه رو باز درس بعد ما و شما در درس بعد میخونیم که چی هستند دو, دو نقطه سایست. پس فقط درس امروز ما شما چی شد رابطه غیر خطی رابطه هایی که گراف واره ما وقتی رسم کنیم یک خط مستقیم نمیشه و معمولا درس ما و شما چی است رابطه غیر خطی زیاد است انواع زیادی دارد ولی یک نوعش ما و شما خواندیم چی برش میگیم میگیم فهمی یا پارابول پارابولیک درست است پس درس امروز ما و شما خلاص شد شاگردای عزیز رابطه غیر خطی یک سیستم به ما شما داده میشه میگه اردش در گراف در یک سیستم کمیات رفت که ما شما میتونیم را رسم, رسم کنه درست است خب عزیز و گرامی درس امروز ما و شما خلاص شد و دیدیم که بسیار درس آسان و میتونیم چی کنیم سوالایش را کار کنیم درست است خب اما کارخانگی چی است کارخانگی تمرین های صفحه 182 کتاب حل کنید و به ما روان کنید اگر کدام سوال کدام پیشنهاد یا انتقاد دارید یا کدام مشکل در حل کارخانگی دارید میتونید از ما پرسان کنید از طریق چی از طریق واتس نمبرش هم 20964, 780, 255, درست است خب شاگرده عزیز و گرامی پایان درس دوم از فصل هفتم عزیزان مانده نباشین بخیر باشین وقت خوش خدا